میتوکندری بچه اون رو به دو بخش تقسیم میکنه، یکی فضای بین دو قشا، یکی هم فضایی که توسط قشای درونی احاطه شده. خب ببینید، من یک عرض کنم که میتوکندری دارم، این هم در واقع قشای داخلی هست که چین خورده است. خب من در واقع دو تا فضا دارم، فضای شماره یک، فضایی که بین دو تا قشا محصور شده، فضای بین دو قشای داخلی و خارجی. فضای شماره دو هم فضایی است که در واقع توسط قشای داخلی محصور شده. خب یعنی این فضای بین دو قشا اینجاست، یک، فضایی که توسط قشای داخلی محصور شده هم اینجاست. بچه ها در داخل میتوکندری ما آنزیم های مختلف داریم، ما دی ان ای حلقوی مستقل از هسته داریم، ما ریبوزوم داریم. علاوه بر اینها چون میگیم ریبوزوم داریم، پس پروتئین سازی هم در میتوکندری ها انجام میشه. و در واقع چون ببینید بچه ها هر کجا که شما ریبوزوم ببینید اونجا پروتئین سازی هم خواهید دید. اما نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که بچه ها ریبوزومی که در داخل میتوکندری وجود داره از چی پروتئین سازی میکنه؟ از ژن‌های مورد نیاز در دی ان ای حلقوی راکیزه. در واقع این ریبوزوم ها با دی ان ای اصلی کاری ندارند، با دی ان ای اصلی سلول کاری ندارند، از ژن‌هایی در واقع رونویسی میشه که در دی ان ای حلقوی خود میتوکندری هست. خب بچه ها گفتیم که یک قشای داخلی داریم، این قشا بچه ها حاوی آنزیم هست. خب آنزیم سازنده ATP در قشای داخلی قرار گرفته و بچه ها راکیزه حاوی یک یا چند کپی از دی ان ای هست. یه نکته میخوام براتون بگم بچه ها، وقتی میگیم ما در واقع دی ان ای داریم، وقتی میگیم ریبوزوم داریم، پس در واقع آر ان ای هم خواهیم داشت. آر ان ای هم در عرض کنم خدمتتون که خود میتوکندری ها وجود داره. خب دوستان من دقت کنید، راکیزه برای فعالیت خودش به پروتئین های نیاز داره که ژن های اون در هسته وجود دارن و توسط ریبوزوم در واقع ساخته میشن. پس ما گفتیم که میتوکندری داریم، این میتوکندری بچه ها حاوی یک سری چی هست؟ پروتئین هست، با خودش پروتئین داره. این پروتئین ها از کجا اومده؟ ژن های این پروتئین ها، ژن ها در هسته وجود دارن. پس ژن هایی که در هسته وجود دارن میتونن یک سری پروتئین بسازن که فعالیت این پروتئین ها در داخل میتوکندری هست. خب اما بچه ها تعداد راکیزه ها به فعالیت یاخته ها بستگی دارن. هر چقدر فعالیت یاخته بیشتر، تعداد راکیزه ها بیشتر. هر چقدر فعالیت در واقع یاخته کمتر، تعداد راکیزه ها هم کمتر. اما بچه ها میگیم که راکیزه میتونه در واقع پروتئین سازی انجام بده، میتونه تقسیم انجام بده. اما تقسیم راکیزه از نوع دوتایی هست، تقسیم از نوع دوتایی هست، نه میتوز هست نه میوز هست، تقسیم از نوع دوتایی هست. دقت کنید بچه ها، وقتی میگیم راکیزه تقسیمش دوتایی هست، یعنی یک راکیزه به دوتا راکیزه تقسیم میشه و اینا میتونن همراه با یاخته یا مستقل از اون تقسیم بشن پس دقت داشته باشی،
راکیزه ها خب میتونن همراه با یاخته و یا مستقل از اون تقسیم بشن. یعنی تقسیم راکیزه میتواند همراه با تقسیم سلول باشد. تقسیم سلول باشد. خب اما بچه ها گفتیم که در داخل میتوکندری ما دی ان ای حلقوی داریم. این دی ان ای میتونه متصل به قشای داخلی میتوکندری باشه.